سلام هموطنان خوب، امیدوارم که همه ایتان خوب و جور و صحتمند باشین. دوباره خوش آمدید به یکی از برنامه های دیگری که ما امروز در خدمت شما حاضر شدیم. هموطنان خوبم، آمدیم بر یک جایی که یک زن قهرمان روزی خانوادهش پیدا میکنه با کار کردن خودش، با زندگیی که بالاخره برای خودش ساخته تا بتانه رزق و روزی فامیلش فراهم بسازه. آمدیم پیش همون خانم که در اینجا تندور داره و نان پخته میکنه. یه خانم بسیار مهربان، دوست داشتنی هستن. آمدم گفتم که من گپ میزنی؟ گفت بیا، چرا نه، هزار بفر، بیایم بریم با داخل و امروشان گپ بزنیم. سلام علیکم، مانده نباشین، چطور هستین؟ خوب، صحتمند؟ بیاین مانده نباش مانده جان. چطور هستی؟ شطور. خوب هستی؟ صحتمند و خیر؟ از چند بجا بخیر در کار شروع کردی؟ صبح که 6 بجا. 6 بجه؟ آه 6 بجه. نام خدا، هر روز 6 بجه ماده؟ هر روز 6 بجه، بجز یک روز جمعه نهیم دیگه. روز جمعه دیگه تفریح میکنی؟ آه آه. چطور از کارا؟ چطور پیش میره ماده؟ خوب، شکرین. 20 سال چه دینیم این کار میکنم، این مثلا بیچارگی خود دیگه چی کار کنم؟ مردگی ما کسی ندارم. خب کار ندارم. خب کس کسی که نداشت دیگه، شکر خدا آیال زور استی. آه. چند نفر است در خانه؟ در خانه میانی 5 6 8 9 نفر 10 نفر است. چند اولاد داری؟ خواهر تا دختر داشتم، دوی شبور کردیم، 5 دیگه 60. کسی تا بچه؟ بچه من خود خود است. خورد است دیگه اولاد هایت؟ آه خورده خورده. خیلی آل دیگه سرم این آن پختن هم هستی. آه آلمی، من یک گپ بگیم، از چند سالگی خود تندور داغ کردن نان پختن یاد گرفتی؟ ما دیگه یعنی قص خود شناختیم دیگه، نانبایی کردیم که باش آرسی کردیم، نانبایی کردیم. آه از آرسی؟ آه دیگه، ما دیگه نبود کس بکاری نبود از مجوانی؟ آه آه خی از نمو خی خودت بلد شدی ها؟ آه چطور؟ ما خوب بیخی میترسم از این 100 کیلومتری تندورم میترسم ها؟ نه دیگه آدم عادت کنه، یعنی این حال تو نمیفهمی دوی خیلی دیگه میگیری میسی دیگه از کسی که میفهمه دیگه، میفهمه که چی رقم خوخه این تخنیک داره دیگه. آه 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 پیشه دیگه آدم خود بگیرم بیسو میسوزه دیگه. آه آدم میسوزه اینجا دیگه از اون صبحکی که دیگه تندور روشن کردی تو به میال دیگه اکثر پخته کرده رایستی بدون وقفه یگان زره تفریح میک؟ نه این وقفه، هنوز یک روزی قبیل مارکی، یک روز بس خوبه دیگه. اگر روز خوبه، امروز چطور بود؟ خوبه، امروز فرصتتر بود چون از خاطر دیرز یک شنبه بیر بار بود، امروز یک شنبه دیرز شنبه بود، دیرز شنبه بود. آه که روز جمعه نمی روز جمعه نمی باشی و بخواه روزای شنبه زیاد بیرو بار داری؟ روزای شنبه، روز پنج شنبه. خواهی از این معلوم میشه که خودت به خاطر مشکلات اقتصادی که داشتی از امو وقت حال کار میکنی. روزانه چقدر عاید داری از این میجه؟ چقدر پیسه؟ یعنی قسمی شکل مولادای منه مطب میره، کورس میره، این میاره به سواد نشتیم دیگه خود می دیگه خیلی زحمته دیگه، خیلی زحمت زیافه صبح که از خواهد خست ملازان بیریم، ما ملازان میدیم از ملازان پیش میخست خمیز غاله دارم بیتر میکنم بس نماز میخوانم و درام میشم خواه امیرای خود بزیش رو بس خانه خست غاله که دیگه میدیم. بعد خودت هم به خود نان میپزی یا که به خود یک چند تا فروشی؟ خب فروشی امروز پخته کردی؟ آ خب کجا هست فروشی ها؟ دست کم منده خب بر سر چاشت کم منده که کسای پیسه سر چاشت اینا هم دیگه پخته کردی که یا بخیر مشتری هاست ها؟ یا رو باز باید بتراشن اما تو رست مادر؟ یا کسی خودی بتراش میکنه که نبود آره باید خودشان میان کار خدا کنن نه؟ سعی کنین نام خدا چقدر خوب کار میکنن و ایجا بسیار دوده است باش من میشینم بشی ایستاد که میشی دوده است این چشمای ما بیزاره ایستاد که میشی دوده است وقتی میشه نیه دود نیست بخاطر که در بالا میزنم و در بالا جا هم داده برش که بره کاملا بیا میاخرالیش که خوره بیا آخرم کاملا جان کجاستی؟ کاملا؟ کجاستی؟ نه نه ما ایمی آو تبدیل کن نان تندوری نان خوشمزه ای که مردم افغانستان بسیار پخته کردنش یک مهارت قشنگ دارن و بسیار خانمای ورزیده دارن مثل مادر جان که اینمی رقم نان بسیار و زیباییش میپزن ببین که هیچ سوختگی نداره اینجا فقط اینیش که از خود تندور داشت چسبیده نه ایش نسوخته یعنی تا این اندازه مهارت خوبی دارن در نان پخته کردن نام خدا مادر
مردم به نظرت امی چی رقم نان بسیار مفید است برشان؟ نان نانوا یا نان که در خانه پخته میشه؟ یعنی نان نانوای خوبه. نان نانوای خوبه؟ خراب نمیشه. اون نان خانه خوب شم. خب باز دلش دیگه. ما که 10 سال عمرمان بزنم بیره رقم نان پخته کنه نمیتونم. بیره به شرط زمانه میگم. مگه مادرمون باز با مادرم خوب تندور میکنه. خوب تندور داغ میسازه اونم تو نان پخته میگن دفعه باز تندورم میکنه. دیگه از اینو با مادر برما بگو روزانه چند دانه نان پخته میکنی؟ ما خدا حساب نکرد. حساب نکرد. یکون روز بسیار برباره. یکون روز نیه. یکون روز این دیگه خوب تره دیگه. خوبه دیگه. دیگه خوب است میشه ها؟ روزه دیگه تیر میشه نان چندی می پخته میکنی؟ باری ما سواد ما ندارم که برو کار کنم اگر نکنم برو خوبه دیگه امی فیس اولادای موشه دیگه امی یکون وقتم میشه یکون وقتم نی دیگه بیچار گو دیگه با شانان شما پخته شده بس خیلی بس جمع ببریم خب اینمی نان شان هسته؟ باشه آخ بته برشان اون رو دستاری خب مادر جان از مشکلاتت هم برای ما بگو اینجا حدود است که بیخی یک بکمی چشمای اردوی ما را سراغ شد مشکلات صاف مشکلاته چی بگو دیگه از کدامش بگو زنای فامیل چطور در زندگی سهولت هستن و خودت کار میکنی با ای که ای افتخار است که تو کار میکنی این کار هر کسی هم انجام داده را میتونه این همیشه یادت باشه مادر ولی خودت همیشه برای اونا چی میگی؟ چی بگم خوش آبال چون دیگه هیچ کم نمیزنم خود از خدا چی میگی هنوز بازم میرم گفت تو یکان وقت شکر مینم شکر که میتونم مکنم اگه نکنم بس چی شوه می اولادای می بیسر میشت درست میگی اولادای کدام تش کار نمیکنه؟ هیچ کدام تش کار نمیکنه یعنی می چور باشه پستان تون نگه بی از من دگه بی انجا سر مخوره نمخوره خودت بودم تکلیف مریضی نداری دهی دو دارم یعنی قلبی نمیشه شو این بالش گای تو میم گای بالا نفس چی میگه نفس قد نشه باز پیش دکتر هم رفتی؟ دکتر رفتم و گفت چند جای میم تو خراب کرده نکو دیگه نکو دیگه خب دیگه چی کنم مانم چوب خودت میخری؟ آه چوب سیر 120 بازی پیش سیر پس تا سالی سو سیر سر دفن این دیزی پس خود دو سیر رشتم که سیر 120 20 رو پس شما بالا را آفرینت با خدا آفرینت امیاله امو تو چشمای مرا و میز مخصنی که تفتش میخوره در یادم و بازم آفرین به شهامت تک تک زنای ای وطن که اگر شوهرشان مریض است اگر مشکل داره اگر اولاداش مشکل داره اگر میخوای روزی خانهش پیدا کنه از این کار که حداقل ازشان میاد دریغ نمیکنه گلدوزی میکنن خیاطی میکنن تندور کار میکنن حالا ببین چقدر اینا به زیبایی یک کار پاک و صفا به خودش برا انداخته و نان پخته کرده میره ایجا و هر کدام نانی که یعنی با قدر مهارت است که هیچ کدامش نسوخته ولی هر کاری ایج گفتم که هیچ کسی از روی شوق از خانه بیرون نمی آید ولی ای هم از روی یک مجبوریت شده مادر آرزو داری روزی دیگه این کار پیش نبری خسته شدی خسته شدی روی من دور از این میسته و گل هسته یخ میزنم مفتی بسیار روزی بد می خوب راستی ایره پرسا نکدم خانه تا کجا خانه نبیش ای من اونو موطلایی که نیسته دم دیگه ایسو که روی دروشن تو خرا بگه ایسو بی اونو جاست این پای پیده از رای این تر نمیرم که سرک این تر دیده دی میرم پیش خیانی من فکر کدم خانه تو اینی مینجا هست نه بابا ما خانه ملو سرک بود داده خدا نبود ما اینجا کرا پرو نمیتونم ما این چه قسل سرک کراش کنم چقدر کرا میتی؟ ما این 3000 هم آرت میخره هم چوب میخره هم مای 3000 کرا میته هم زندگی را پیش میبرم اولادا را نان میته و ای یکی از روایت های مملکتتان است و ای خانمایی که زندگی میکنن من یک لحظه ششتیم چشمایم سرخ شده و یگال شدیم ولی اینا 20 سال ارمقدر وقت میشه 20 سال شد سلام یک کرزای نو سرتخ ششتیم
میگهش ازم نان در اطراف کدوم نان یک سماد و تله پخته میکردم میلی میکردم مثلا آرد میگستم که منم زی بوجی اینه که نان بیدی اونو چوب از خود نان رو پخته میکردم میدونم بس یک مومند از من کم بیشی اونم خود پردهداری بود سمون از وقت یاد داشتم بعد همین چی کم تو من همی کنم ای هست یک زن قهرمان تو از رای دور میایده ایجا بازی صاحب خانه چی رقم از تو از ایجا پول میگیره یا نان شما فتوخته آه درسته نان میدم آتش میگیرم او میمانه خورم تو کنم میمانه خیانه امو برای کارهای خودم پیش میبره دیگه امو کارهای که دست بیای نان فتوخته کدنشان اینا آه درسته درست است. پس ولی مادر ما آرزوی ایره داره که یک روزی کارش خوب شوه اینه کارایت هم که دستکاد انجام میدی دیگه ولی مادر ما آرزو داره که یک روزی دیگه کار و بارش خوب شوه چه یک تخنیک زنیه؟ ایره چی کنم؟ توفه من در این برنامه یک تا توفه دارم و از طرف کلگیتان یک کم زر از زیره میخورم بخوریم مادر؟ باش یک کم زر از زیره بگیریم نان و داغ تندوری؟ کسایی که در افغانستان زندگی کردن مخصوصا که در خانهشان تندور داشته خوب میفهمند که دیگه چقدر مزه میتن ای بابا کسایی که مال خارج ما رو اول توفیش این نان است میبره کجا کجا کسایی هم که میبره کارتن میزه لندن میبره نان تندوری؟ آه نان تندوری این بهترین توفه است چی جاله؟ این ایران که دولتی چیه مسته که میتونه اونجا میبره و نان افغانستان اونجا نیست. راست میگم نانی که در وطن است در هیچ جای پیدا نمیشم پلاو اینجا بسیار مزه داره است شوروا اینجا مخصوصا نان تندوری و شوروا خود دیگه بیخی دیگه مزه میده دیگه من بیشتر از این چی میگن شما را آزار نمیتون با گرفتن اسمای نانای خوشمزه و دوست دارم میره بگویم که اگر دوست دارید که با مادرمو بیایم و کمک شویم حداقل براش خرچ و مشکلاتش حل بکنیم پس شماره تماس ما برای صفحه است ما منتظر شما می باشیم تا بار دیگه به داخل ایجا بیاییم و ما و مادر اما تو یک شروع مزدار بخوریم و قصه بکنیم و مشکلاتش هم حل بسازیم انشالله مادر جان بسیار تشکر است که ما گپ زدی بسیار یک توفه خوب و بسیار یک نان خوشمزه سلامت باشی اما تنهای خوبم تا بار بعدی که ما و همکارای ما در خدمت شما با یک برنامه دیگه حاضر میشیم شما را به خداوند بینیاز میسپاریم و مادر جان دیگه باز تندور خود چوب انداخت که بخیر دیگه خمیرا رو میارن اینجا هست انوس که واره بخیر بندازه و ما هم بریم به طرف کارهای دیگه ولی باز هم منتظر شما خواهیم بود تا بار دیگر خداوند یار و مددگار شما